و در گزارش سینمایی بهنام ناطقی امشب نگاهی داره به فیلم نفس با شرکت اندرو گارفیلد که این هفته در سینماهای آمریکا و اروپا روی اکران هست. I could ask you to dance and you could say well I don't feel like dancing. And then I could say well maybe some other time. فیلم نفس بکش از کارگردان اندرو سرکیس درباره مرد جوانی است به نام رابن که بعد از جنگ شغل خوبی دارد در یک شرکت معاملات چای انگلیسی و با همسر زیبا و فرزندش دور جهان سفر می کند و چیزی در زندگی کم ندارد تا اینکه بیماری فلج او را از پا می اندازد. رابن in real life had this vibrancy in his face. کارگردان اندرو سرکیس میگوید همه عکس‌ها و فیلم‌هایی که از رابین واقعی دیده او را انسانی سرزنده و پر انرژی نشان می‌دهد و چهره او در حالی که از روی تخت دارد به اطراف اتاق سرک می‌کشد این انرژی را بازتاب می‌دهد. او میگوید اندرو گارفیلد این جزئیات را در بازی خودش منعکس کرده. It's just a machine, you know. You plug it in and it goes. Why do you ask? Robin's going to leave the hospital. در این صحنه بعد از وصل شدن به دستگاه تنفس مصنوعی رابین و همسرش با بازی کلر فوی تصمیم میگیرند علارغم خطر مرگ او را به منزل منتقل کنند. فیلم الهام بخش و سرزنده نفس بکش درباره تلاش این انسان افلیج و زمینگیر است برای معنی بخشیدن به زندگی که میرفت روی تخت بیمارستان به کلی تباه شود. What are we waiting for? I haven't learned enough. In all honesty, it's quite shameful. بازیگر کلر فوی میگوید در این باره کم یاد گرفته اما احساسی که به او دست داد شبیه احساسی است که دو سال پیش هنگام تماشای مسابقات پارالمپیک داشت. او میگوید این گروه از آدم‌ها یک اقلیت نیستند. جامعه لازم است بیشتر به آنها به طور عملی فکر کند و به یک مفهوم بزرگتر این فیلم درباره این است که نقص عضو نباید انسانیت ما را تعریف کند. فیلم نفس بکش که ماه گذشته در جشنواره لندن رونمایی شد به نظر بیشتر منتقدها از افتادن به دام ترحم و اشک گرفتن از تماشاگر پرهیز کرده. مشکل فیلم این است که در لحظات خوشی نیم ساعت اول تماشاگر منتظر حادثه تلخ میماند اما به نظر منتقد شیکاگو سان تایمز آگاهی تماشاگر از داستان فیلم لذت تماشای این فیلم را از بین نمیبرد. بهنام، فیلم درباره بیماری، حالا هر بیماری که باشه، خود به خود خیلی اشک انگیز میشه، به خصوص وقتی مریض جوان و سرزنده باشه. چه کار کردن که به دام ترحم انگیزی نیفتاده این فیلم؟ خب همونطور که گفتی، خب اشک در آوردن خیلی آسون هست از تماشاگر، اون چه که سخت تصویر کردن شادی هست، به خصوص وقتی به قول مارک کرمود منتقد روزنامه ابزرور لندن داستان با موضوعهای دردناکی مثل فلج و اسارت و آرزوی مرگ سر و کار داشته باشه. با این حال نفس بکش پر از خنده است تا جایی که تماشاچی فراموش میکنه با یه مریض زمینگیر سر و کار داره که تمام بدنش فلج هست. این فیلم ترکیبی از یک قصه عشقی پرملات و یک ماجرای فرار بزرگ. داستان واقعی هست که در دست این کارگردان و هنرپیشه‌های توانا به یک قصه به سبک قصه عشقی به سبک قدیم تبدیل شده در مورد پیروزی بر موانعی که مثل قهرمان فیلم سر تسلیم ندارن. قصه ایست که منتقد دیلی میل لندن اون رو سراسر شادی توصیف کرده. برای خیلی ها این فیلم یادآور فیلم قفس قفاسی و پروانه Diving Bell and Butterfly از نقاش آمریکایی جولیان شنابل هست. در مورد اون افلیجی که فرانسوی که فقط پلک چشش کار میکرد و با پلک زدن یک کتاب امیدبخش نوشت، سردبیر ووگ فرانسه بود یارو. اخیراً هم فیلم نظریه همه چیز رو داشتیم که فیلم متعارف‌تری بود با شرکت ادی ردمین در نقش استیون هاکینگ، اخترشناس زمینگیر. اما منتقد کرمود نوشته که برای او فیلم نفس بکش یادآور مستند امکانات بی پایان هستند بود. من ندیدم، نمیدونم چی بوده. نوشته به یاد نداره که در فیلمی به این اندازه خندیده باشه، به این اندازه و در ضمن اشک هم ریخته باشه. جذابیت هنری کار سرکیس که اولین فیلمشو داره میسازه و فیلم بعدا رابرت ریچاردسون، تقابل بصری آزادی و پرواز و اوج هست با اسارت و حبس در اون اتاق بیمارستان که برای رابین کاوندیش قهرمان فیلم با استفاده از این دستگاه سیار، این صندلی تنفسی میسر میشه. بنا مثل خیلی از اوقات برخوردها با این فیلم همه تحسین و تمجید نیست. چه کمبودهایی به نظر منتقدها در فیلم وجود داره؟
خب کمبودش یکی از همینی که بعضی هم میگن اشدار هست. فیلم نفس بکش در مورد رابین کاوندیش، یه فعال حقوق معلولین در بریتانیا هست که به عنوان مخترع صندلی‌های مخصوص این بیمارا شهرت داره که میبینید توی فیلم، که اصلا به نام صندلی‌های کاوندیش شناخته میشن. رابین کاوندیش تونست 36 سال بعد از ابتلا به فلج زندگی پرباری داشته باشه و خب این یه فیلم زندگی نامه‌ای برای بزرگداشت یک چهره ملی هست و به نظر آلن زیلبرمن منتقد واشنگتن پست به همین خاطر فیلمی ستایش‌آمیز و احساساتی است و چون از لحظه زندگی رابین کاوندیش به لحظه دیگه میپره بدون اینکه زندگی درونی او رو نشون بده، فیلمی سطحی و به قول این منتقد اشک‌انگیز باقی میمونه. پیتر کو منتقد باستون گلوب هم عقیده داره که این فیلم خیلی بر احساسات متکی است، به خصوص با موسیقی دلخراش و سبک قصه گویی بیخیالی که داره. میکلاسان منتقد باستون گلوب هم نوشته که هر کی میره این فیلم رو ببینه از اول میدونه که این یه فیلم رویه بخش قراره باشه در مورد یک مریض، ولی تلاش فیلم اینه که از نسخه های هالیوود پیروی بکنه، یعنی هر چیز زشت و ناگواری رو یکم کمتر زشت و یکم کمتر ناگوار نشون بده و هر انسانی رو یکم بهتر و مهربونتر و خوشحالتر از حد ممکن تصویر کنه. این منتقد هم تردیدی نداره که رابین کاوندیش حقش هست که دربارش فیلمی ساخته بشه، ولی معتقده که این فیلم ناقص هست چون همه داستان رو تعریف نمیده. با این حال نوشته فیلمی سرزنده و هرگز علاقه و توجه تماشاگر رو از دست نمیده. مرسی بهنا. فیلم نفس بکش در سینماهای آمریکا و اروپا در حال اکران. ممنونم.